Exacto. خب درود بر شما، روز جهانی زن بر شما مبارک باد. حقوق زنان حقوق بشر است و بدون آزادی زنان آزادی جامعه ممکن نیست. در شرایطی بزرگداشت 8 مارس 17 اسفند سال 1400 خورشیدی رو برگزار می کنیم که زنان کشورمان همچنان از تبعیض قوانین ضد زن و مرد سالاری رنج می برن. فعالین حقوق زنان تحت پیگرد قرار می گیرن و عده از آنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برن. در بسیاری از کشورها علی‌رغم گذشت 1.5 قرن از شروع مبارزه همچنان زنان از حقوق اولیه خود محرومند. امسال در حالی مراسم 8 مارس را برگزار می کنیم که دلهایمان از قتل ناموسی منا حیدری نوجوان و آکنده از غم و چشمهایمان از تصاویر دلخراش این غم بوه زده است. بسیاری از زنان و مردان فعال حقوق زنان که برای تحقق حقوق زنان بر اثر معیارهای انسانی و جهانی تلاش میکنند تحت آزار و تعقیب کیفری حکومت اسلامی ایران قرار دارند و بسیاری در زندان و شکنجه هستند. میزبان بانو مریم مرادی و دکتر رضوان مقدم هستیم. مریم مرادی فعال حقوق زنان است که از بدء تأسیس کمپین توقف قتل‌های ناموسی با این کمپین همکاری می‌کند و موضوع بحث ایشان دستاوردهای جنبش زنان در ایران است. بفرمایید. در ضمن ایشون از مالزی با ما همراه هستن. مریم جان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. لطف بفرمایید دیگه تا حدود 1 ربع صحبت بکنید که بعد میزبان خانم دکتر رضوان مقدم هستیم، بعد این فرصت رو میدیم به دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنن. بفرمایید. سپاس از شما، درود میفرستم حضور شما پروین جان عزیز و دوستان عزیزی که در این نشست ما رو همراهی میکنن و همچنین به ویژه درود و سپاس فراوان حضور دکتر رضوان مقدم عزیز که میهمان دیگر برنامه ما هستند. عزیزان، همینطور که میدونید امروز 8 مارس هست، بزرگداشت روز جهانی زنانی که علیه نابرابری ها میایستند و برای دستیابی به شرایط انسانی مبارزه میکنن. مبارزه‌ای که در طول سالها اگرچه ثمرات فراوانی داشته اما هنوز تا تحقق برابری راهی طولانی تر رو در پیش داره. تاریخچه مبارزات زنان در ایران نشان میده که اونها هرگز پذیرنده خاموش نابرابری و بی‌عدالتی ها نبودند. زنان نه تنها به شکل انفرادی برای بهبود زندگی شخصی خودشون تلاش کردند، بلکه از هر فرصتی برای سازماندهی و مبارزه جمعی هم بهره بردند. زنان ایران سال هاست که در چنبری انواع تبعیض ها نابرابری ها گرفتار شدند. قوانین تبعیض آمیز و نابرابر در ازدواج، طلاق، ارث و غیره از زنان شهروندان درجه دوم ساخته. در برابر خشونت خانوادگی و آزارهای جنسی از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند. هر بار هم به بهانه حق مالکیت بر بدنهاشون رو نادیده میگیرند. طی 43 سال اخیر چندین بار در 8 مارس روز جهانی زنان ایران، روز جهانی زن رو که زنان ایران به خیابان‌ها می آمدند مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند، از سوی طرفداران حکومت اسلامی و سرکوب شدند. بار نخست همونطور که شما عزیزان هم اطلاع دارید با فراخوان سازمان ملی پرستاران و بهیاران ایران، اتحادیه زنان قاضی و جمعیت زنان مبارز در اسفند ماه سال 57 تجمع زنان شکل میگیره که پس از سر دادن شعارهای آزادی جهانی است نه شرقی نه غربی،
در بهار آزادی جای حق زن خالی، برابری برابری، نه چادر نه روسری در برابر کاخ دادگستری، ورزشگاه تهران و در نهایت میدان توپخانه گرد هم اومدن و با حمله نیروهای تندروی انقلابی سرکوب شدند. این تظاهرات گسترده در واکنش به سخنان روح الله خمینی بود که در مدرسه فیضی قم انجام شد که بر لزوم رعایت حجاب اسلامی در ادارات تاکید کرده بود. خمینی گفته بود زنهای اسلامی عروسک نیستند، زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیان، نه اینکه خودشان رو بزرگ کنند. در نهایت روح الله خمینی دستور آغاز دوران جدیدی از محدودیت برای زن رو با این جمله صادر کرد: زنها می توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی. سرکوب‌های بعدی زنان در روز 17 اسفند ماه سال 1385 در خیابان بهارستان مقابل ساختمان مجلس انجام میشه. زنان در این روز برابر مجلس تجمع میکنن و این تجمع هم با ضرب و شتم اونها به پایان میرسه. 11 سال بعد 17 اسفند سال 1396 مجدداً زنان طی فراخوانی تجمع آرام رو در روبروی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ترتیب میدن، اما این بار هم با خشونت شدید پلیس و امنیتی شدن موضوع خاتمه پیدا میکنه. با نگاهی به همین تاریخچه مختصر از برخورد با خواسته های زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی در ایران میتونیم متوجه بشیم که انقلاب از همون آغاز با وجود اینکه رهبران اون معترف به این بودن که زنان و مردان انقلابی سهم مساوی در به ثمر رساندن اون دارن، اما سفارایی خشونتباری در برابر آزادی زنان و حقوق زنان داشتند. دوستان عزیز، در این لحظه من پاورپوینت رو تهیه کردم که در اونجا میپردازیم به پیشکسوتانی که در عرصه تاریخ، در ابتدای تاریخ زنان تلاش های مؤثری رو داشتند برای به ثمر رساندن دستاوردهایی که در نتیجه زحمات و تلاش ها و مبارزات آنان بوده. امیدوارم که الان بتونید ببینید. بله، خیلی هم قشنگ واضح معلومه. بفرمایید. خواهش میکنم. خب، اگر بخوایم یک مروری بر تاریخچه روز جهانی زن یه مروری با هم داشته باشیم، برمیگردیم به 111 سال پیش. نخستین مراسم روز زن که در سال 1911 برگزار شده بود، یعنی به اصطلاح تاریخ اون از اون روز کلید خورد. در اون روز بود که زنان برای اولین بار در خیابان‌های آلمان، اتریش، سوئیس و دانمارک راهپیمایی گسترده‌ای داشتند. پیشنهاد برگزاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن یک سال پیش از اون، یعنی در سال 1910 در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در کوپنهاگ از سوی کلارا زگدین از زنان انقلابی و نامدار آلمانی انجام شده بود. دلیل انتخاب این روز هم به این دلیل بوده که در 8 مارس 1857 زنان کارگر پارچه باف در آمریکا به مبارزه برخواسته بودند در اعتراض به شرایط سخت کار و زندگی وحشتناک کارگران زن که به خیابان‌ها آمده بودند و خواستار بهبود شرایط کاریشون شده بودند. از اون تاریخ تا 1911 این روز به عنوان روز 8 مارس اعلام میشه و جشن گرفته میشه. مبارزات زنان برای تعیین حقوق اجتماعی و سیاسی ادامه پیدا میکنه. علاوه بر اون، ایده انتخاب روزی به عنوان روز زن نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک در سال 1909 با شعار حق رأی برای زنان مطرح میشه و سازمان ملل هم از سال 1977 این روز رو به عنوان روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی به رسمیت میشناسه. هر سال روز 8 مارس برابر با 17 اسفند در سراسر جهان به
به عنوان روز جهانی زن جشن گرفته میشه. جنبش زنان در واقع از دل جنبش کارگری بیرون آمده. در ابتدا روز جهانی زن کارگر نام داشت، زن کارگر. اما با گسترش جنبش زنان برای به دست آوردن حقوق مساوی با مردان به روز جهانی زن تغییر نام داد. در تاریخ ایران و جهان زنان بسیاری نقش آفریدند که هر کدومشون با نقش هایی که داشتن تأثیرات بسیار شگرف و اندیشمندانه‌ای در شکل گرفتن دستاوردهای زنان در طول تاریخ ایفا کردند که گاه به قیمت زندگی و جانشان تمام شده بود. زنان ایرانی نویسنده برگ های بسیاری از کتاب تاریخ 200 سال اخیر ما بودند که به دلیل تأثیرات مثبت بسیاری که در افزایش آگاهی عمومی، کاهش تبعیض علیه زنان، ارتقای سواد و موقعیت اجتماعیشون، مقابله با فشارهای مذهبی، مشارکت در پروژه‌های علمی، سیاست ورزی، موسیقی و سینما و چه به دلیل تأثیر بعضی از اونها در تشویق به خشونت، گسترش جهل و جزمندیشی و سوء استفاده از قدرت مالی و اقتصادی در جهت منافع خود بوده. با نگاهی به تاریخ میتونیم بفهمیم که جنبش زنان ایران عمری دست کم 100 ساله داره و به عنوان جنبشی درونزا دستاوردهایی رو به همراه داشته که به نظر بازگشت ناپذیر بود. زمانی زنان در انزوا میزیستند، اما سخت کوشی ها و مبارزات اونها رو به بالاترین مقام های کشور رسوند. آغاز جنبش زنان برمیگرده به سال 1289 در تهران. دانش هفته نامه‌ای بوده که توسط خانم دکتر کهال منتشر میشه. او همسر دکتر حسین کهالزاده، چشم‌پزشک و دختر محمد حکیم باشی از اقلیت‌های مذهبی همدان بود. پس از تحصیل در مدرسه میسیونری طبابت رو نزد پدر و همسرش آموخته بود. دانش هدف اصلیش رو تشویق زنان به علم آموزی قرار داده بود. قرة‌العین پیشاهنگ مبارزه با حجاب. آغاز جنبش زنان ایران متأثر از جنبش‌های نوین اجتماعی، سیاسی، مذهبی عصر خودش بود. فاطمه زرین تاج گرگانی قزوینی، مشهور به طاهره قرة‌العین، شاعر و عالم مذهبی از نخستین پیروان آیین باب بود که در سال 1231 در تهران اعدام میشه. او حجاب رو باعث نادانی و نماد سرکوب زنان میدونست. روایت شده که او با کنار زدن روبندهش باعث غوغا در میان پیروان باب شد. او را نخستین زنی می دانند که به حجاب اعتراض کرده بود. بیبی خانم استرابادی معایب الرجال کتابی طنزآمیز در پاسخ به اندرزنامه هایی به اسم نادیب النسوان بود که مردان برای آموزش زنان می نوشتند. در این نوشته ها که منعکس کننده دید جامعه مردسالار نسبت به زنان بود، زنان رو ضعیف و توطئه‌گر توصیف می شدند. به آنها می گفتند چگونه رفتار کنند. به عقیده بیبی خانم هدف مردان از تألیف اندرزنامه تقویت جایگاه خودشان است. وگرنه به نظر او اگر آموزش لازم است، برای همه لازم است. تاج السلطنه عده‌ای از دختران و همسران فعال انقلاب مشروطیت با این جنبش همراهی می کردند. اما قانون زنان رو در کنار دیوانگان و کودکان از حق رأی محروم کرده بود. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه در خاطراتش پس از انقلاب می نویسه افسوس که زنان ایرانی از نوع انسان مجزا شدند و جزء بهایم و وحوش هستند. زندگی زنهای ایرانی از دو چیز ترکیب شده. در موقع بیرون آمدن و گردش کردن هیکل مبهش سیاه عزا و در موقع مرگ کفن‌های سفید. مریم امید مزین السلطنه در بررسی سیر آگاهی و فعالیت‌های زنان ایران، تأسیس مدارس دخترانه و نشریات زنان دو نقطه عطف بسیار مهم هستند. مریم امید سمنانی مزین السلطنه از پیشگامان هر دو عرصه محسوب میشه. او شکوفه را در سال 1292 منتشر میکنه و مؤسس دو مدرسه بود. و همچنین عضو انجمن همت خواتین بود و پیشتر منابع هم از توبا آزموده به عنوان مؤسس ناموس نخستین مدرسه برای دختران مسلمان میتونیم نام ببریم.
اعتراض به محرومیت زنان از حق رأی، آموزش دختران تا سالها پس از مشروطه و جنگ جهانی اول مسئله اصلی جنبش زنان بود. صدیقه دولت‌آبادی در سال 1298 زبان زنان رو در اصفهان منتشر میکنه و در اون به خصوص به دفاع از آموزش و حق رأی زنان میپردازه. در سال 1299 نامه بانوان در تهران توسط شهناز آزاد و جهان آزاد، جهان زنان توسط فخرآفاق پارسا در مشهد منتشر شدند. فخرآفاق پارسا به خاطر انتشار مطالب انتقادی درباره نابرابری زنان و مردان از مشهد تبعید میشه. محترم اسکندری، جنبش زنان ایران متأثر از ایده های سوسیالیستی هم بود، از جمله جمعیت پیک سعادت نسوان از 1300 در رشت. سازمان با گرایش چپ بود که روز جهانی زن رو در 8 مارس جشن می گرفت. جمعیت نسوان وطنخواه از سال 1301 تا 1312 به اهتمام محترم اسکندری در تهران تشکیل شد. با سرکوب احزاب و نشریات در دوره رضاشاه این سازمان هم نتونست به کارش ادامه بده. اتمام کار این سازمان رو نقطه پایان جنبش مستقل زنان میدونن. قمرالملوک وزیری، قمر خانوم سید حسین خان نخستین خواننده زن ایران در دوران معاصر بود که در اولین کنسرت خود در تهران در سال 1303 بدون حجاب بر روی صحنه میره. حضور او فضای مردانه موسیقی آن دوران رو دگرگون میکنه و دیوار ترس رو از پیش پای زنان هنرمند دیگه بر میداره. شاعران تصنیف های قمر، شاعرای منتقد و سیاسی همچون شیدا، عشقی، عارف، ایرج میرزا و بهار بودند. پروین اعتصامی، در دوره پهلوی جنبش مستقل زنان به چند علت افول میکنه. نخست اینکه بسیاری از نوگرایان ناسیونالیست از سیاستگزاران دوران پهلوی بودند و دوم اینکه پهلوی فعالیت مستقل گروه ها رو تحمل نمی کرد. کانون بانوان ایران در سال 1314 به دستور و با کمک مالی دولت تشکیل شد. از صدیقه دولت آبادی از 1316 مدیر اون و پروین اعتصامی شاعر معروف عضو کمیته اجرایی اون بودند. بیشتر جلسات در حضور شمس و اشرف دختران رضاشاه برگزار می شد. نخستین فارغ التحصیلان زن در دانشگاه تهران در سال 1289 شمار دانش آموزان دختر به 2167 نفر بودند. این تعداد در فاصله 1305 تا 1315 به 49000 نفر رسیده بود. در سال 1936 دانشگاه تهران هم تأسیس شد و زنان نیز تونستن به تحصیلات عالی بپردازند. مریم فیروز، فعالیت در چارچوب احزاب سیاسی، سازمان‌های زنانی که پس از برکناری رضاشاه از قدرت شکل گرفتند، بیشتر تشکیلاتی درون احزاب سیاسی بودند. برنامه‌های احزاب سمت و سوی فعالیت‌های زنان را هم تعیین می‌کرد. تشکیلات زنان حزب توده تا کودتای مرداد 1332 از فعال‌ترین آنان بود که پایه‌گذار اون مریم فیروز فرمانفر ما بود. حزب توده در سال 1326 طرح اعطای حق رأی زنان رو در مجلس ارائه کرد، اما درخواستش بی‌پاسخ موند. مبارزات گسترده برای حق رأی، ایران در دهه 1330 شاهد فعالیت‌های گسترده و پرشور زنان برای کسب حق رأی و شرکت در انتخابات بود. روحانیت در رأس اون روح الله خمینی از زنان خواسته بود که در انتخابات شرکت نکنند. اعطای حق رأی به زنان با وجود مخالفت مراجع و روحانیون دینی چون آیت الله خمینی و آیت الله فلسفی، حق رأی زنان یکی از اصول انقلاب سفید محمد رضا شاه پهلوی برای مدرنیزه کردن کشور بود. محمد رضا پهلوی در 8 اسفند 1341 در سخنرانی خود اعلام کرد که زنان باید حق رأی داشته باشند و این ننگ است که زنان نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و جامعه پاک می شود. در روز 12 اسفند 1341 طبق مصوبه دولت حق رأی برای زنان به رسمیت شناخته شد. حقوقدان، حقوقدان تنظیم کننده قانون حمایت از خانواده، مهرنگیز منوچهریان،
یکی از نخستین فارغ التحصیلان زن در رشته حقوق دانشگاه تهران، نخستین زن وکیل و سناتور ایرانی بود. او در تنظیم قانون حمایت از خانواده که در سال 1346 تصویب شد نقش مهمی داشت. این قانون از جمله طلاق و چند همسری را منوط به اجازه دادگاه می‌دانست. فروغ فرخزاد. فروغ شاعر و فیلمساز در طول 32 سال عمر کوتاهش تأثیر بی‌مانند بر ادبیات ایران و نگاه به زن به عنوان موجودی دارای احساسات گذاشت. تا امروز هم برای جامعه سنتی ایران که زنان را خاموش می‌خواهد، پذیرش صداقت و جسارت او در بیان فردیت و احساسات عشقی دشوار است. از فروغ نقش شده که در برنامه در نامه گفته است: به رنج‌هایی که زنان در این مملکت می‌برند واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردهای آنها به کار می‌گیرم. نخستین وزیر زن در ایران فرخرو پارسا، دختر فخر آفاق پارسا، فعال حقوق زن، نخستین زنی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. او وزیر آموزش و پرورش در دو کابینه امیرعباس هویدا بود. او را پس از انقلاب 57 و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صادق خلخالی به عنوان مفسد فی الارض اعدام کردند. دومین وزیر زن در تاریخ ایران مهناز افخمی، دومین زن در تاریخ معاصر ایران هست که به مقام وزارت رسیده. او در سال 1355 وزیر مشاور در امور زنان شد. او به مدت 5 سال دبیر کل سازمان زنان ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی. این سازمان در سال 1338 با هدف اصلی دستیابی به حق رأی برای زنان تشکیل شد. دستاوردهای زنان در دوران مشروطه، اگرچه جنبش زنان در دوران مشروطه به هیچ کدام از خواسته های خودش جز عمومی کردن تحصیل زنان دست پیدا نکرد، نخست فمینیست های ایرانی تونستن با راه اندازی نشریات و انجمن های زنان به عنوان دوبال اصلی جنبش زنان و همچنین طرح عمومی مطالبات برابر کهانه بستری رو برای فعالیت های این جنبش در آینده برای زنان بسازند. جنبش نحیف و کمجان زنان در دوران مشروطه همچنین با اعتراض به ساختار مردسالارانه و نابرابر حاکم در جامعه و خانواده به صراحت اعلام کرد که جایگاه فرودست زنان در ایران باید تغییر کند و ادامه راه را به نسل‌های بعدی سپرد. 4 خواسته اصلی رفع تبعیض جنسیتی در آموزش، قوانین خانواده، مشارکت سیاسی و انتخاب نوع پوشش که از سوی فمینیست های اولیه ایرانی مطرح شده بود، همچنان در صدر خواسته های زنان ایرانی قرار دارد. اگرچه هیچ کدام از اونها هنوز به طور کامل برآورده نشدند، تحولات غیر قابل انکار در همین عرصه ها حاصل تلاشی است که از دوران مشروطه آغاز شده. با مرور وضعیت جنبش زنان ایران این سوال مطرح میشه که دستاورد جنبش زنان در طول 4 دهه گذشته چه بوده؟ انقلاب 1357. بسیاری از زنان و مردانی که در انقلاب بهمن 57 شرکت کردند، خواستار عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی بیشتر بودند. اینکه چه سرنوشتی در انتظار مملکت هست برای کسی روشن نبود. ضعف حافظه تاریخی و زندگی در جامعه بدون آزادی‌های سیاسی و تمرین‌های دموکراتیک زمینه‌ساز ورود به دوره‌ای شد که در اون دستاوردهای جنبش زنان ایران رو به شدت زیر سوال بود. جنبش زنان ایرانی در سال 1341 حق رأی رو همزمان با جنبش‌های پیشرو زنان در جهان به دست آورد و در سال 1346 با تصویب قانون حمایت خانواده تحول بزرگی در قوانین خانواده رو تجربه کرد که در منطقه خاورمیانه بی سابقه بود. این جنبش طی اصلاحات سال 1354 در اموری همچون طلاق، حضانت کودکان، تعدد زوجات، موفقیت‌های زیادی رو کسب کرده بود. همچنین با افزایش سن ازدواج دختران از 9 سالگی به 18 سالگی و سن ازدواج پسران از 15 به 20 سالگی و کسب 24 صندلی در مجلس و پست‌های دیگری مثل شهردار، سفیر، معاون وزیر، وزیر و عضو شورای شهر توفیق‌های زیادی کسب کرده بود. اما همه این دستاوردها در ماه‌های نخست انقلاب 57 و پس از سرکوب شدید از دست رفت.
اجباری شدن حجاب، کاهش سن ازدواج برای دختران از 18 سال به 9 سال، تعیین سن 9 سال به عنوان سن مسئولیت کیفری برای زنان، نصف شدن دیه زن نسبت به مرد، در نظر گرفتن طلاق به عنوان حق انحصاری شوهر، نخستین حاصل انقلاب اسلامی برای جنبش زنان ایرانی بود. دستاوردهای جنبش زنان بود و اونچه که پس از انقلاب 57 از دست داد. در دهه 70 و سالهای ابتدایی دهه 70 دوران سرکوب شدید جنبش زنان مثل همه جنبش‌های آزادی خواهانه دیگر در ایران پس از انقلاب بود. اگرچه در این دوران زنان همچنان بخشی از جامعه مطالبه‌گر و جریان مبارزه سیاسی در ایران بودند، اما در حوزه‌های اجتماعی و مدنی امکان تحرک از آنها گرفته شده بود. این موضوع تا اونجا ادامه پیدا کرد که زنانی مانند هما دارابی رو ناچار به واکنش‌های هولناک در برابر این فضای بسته کرد. دوران تلاش برای ایجاد تغییر در قوانین حقوق زنان، در این دوران برخی از قوانین وضع شده در روزهای نخست انقلاب طی 20 سال و به مرور زمان تغییر جزئی کردند. از جمله حداقل سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 رسید. اگرچه همچنان با اجازه پدر و پدر بزرگ امکان عقد دختر در سن 9 سالگی وجود داره. همچنین قوانین مربوط به طلاق، حضانت فرزندان، دیه و ارث و اجرت المثل هم تغییر جزئی به نفع زنان شده. در دهه 80 آغاز شکل‌گیری جریان مدنی و اجتماعی فراگیر در مسیر مبارزه برای احقاق حقوق اجتماعی مدنی و حقوق زنان است. فعالان حقوق زنان در این دوره اشتراک نظر داشتند که قوانین و تفکر حاکم بر سازمان قدرت در حکومت جمهوری اسلامی به شدت زن ستیزان است. زنان در وهله اول برابر قانونی ایستادند که با استناد به فقه اسلامی زنانگی رو در تن زن خلاصه کرده بود و اون رو متعلق به مرد میدونست. قانونی که سکوت در برابر تعرض به زن و هر مسئله‌ای که مربوط به پایمال کردن حقوق زنان باشه رو راهکار مؤثر برای حفظ حریم مردانه و حرمت جامعه در نظر می‌گرفت. متولیان دینی، رهبران مذهبی در ایران زن رو به عنوان ناموس مرد، مادر مهربان و شهروندی که مدل خوب اون پرده نشین هست تبلیغ می‌کردن و حجاب پرده عفاف و حیا رو نماد غیرت مردانه قلمداد کردند. شعارهایی که از روی روزهای اول انقلاب برای حجاب از سوی حامیان حکومت ساخته شده بود متناسب با همین تعریف شده بود. جنبش زنان در این دوره تلاش کرد، تلاش همه جانبه‌ای رو آغاز کردند که به دنبال بازگشت مالکیت زن بر حقوق طبیعی خود و تعیین شیوه پوشش و حضور در جامعه بود. راه اندازی کمپین 1,000,000 امضا که دکتر بانو رضوان هم یکی از بانیان این کمپین بودند. کارزار منع خشونت علیه زنان، کمپین حذف حکم سنگسار و دختران خیابان انقلاب، چهارشنبه‌های سفید، کارزار افشاگری تعرض و تجاوز، کمپین مبارزه علیه حجاب اجباری، بخشی از این تلاش‌ها طی 2 دهه گذشته بودند. زنان در جامعه ایران خواهان تغییر نگاه جنسیتی به ایشان و مالکیت بر بدن خودشون شدن و میخوان در تعیین شیوه پوشش و چگونگی حضور اجتماعی خودشون مختار باشند. جنبش زنان طی سالهای پایانی دهه 80 و سالهای ابتدای دهه 90 تنها منحصر به مبارزه برای دستاوردهای حقوقی نبوده، بلکه خصوصا از سالهای 88 به بعد گفتمان این جریان برای حوزه‌های مختلف اجتماعی که درخواست تغییر داشتن از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی هم الهام بخش شده بود. طی این دوران سازمان گسترده‌ای با استفاده از امکانات فضای مجازی برای اطلاع رسانی در خصوص حقوق زنان و پیگیری مطالبات خواسته های اونا چه در داخل چه در خارج از کشور متشکل از چهره‌های اثرگذار شکل گرفت. چهره‌های سرشناس این مبارزه هم در دهه 60 و 70 دوران تنها و عسرت رو در تبعید با شرایط تنگ اجتماعی تجربه کرده بودند. در این دوره مجدداً به عرصه مبارزه مدنی و حقوق بازگشتن و سلطه قوانین مردانه در حکومت جمهوری اسلامی ایران برای کنترل حق مشارکت اجتماعی و حقوق زنان را به چالش کشیدند. در این حال طی این دوره زنان برای مسائلی مثل اختیار پوشش و برابری حقوق خودشون وارد صحنه مبارزه علنی و خیابانی شدند. با وجود اسیدپاشی، تعرض،
تغییر به ناامن شدن جامعه برای اونها با سفارش نمایندگان ولی فقیه روبروی دستگاه سرکوب و نادیده گرفته شدن ایستادند. این مسائل در شرایطی که آمار تعداد زنان تحصیل کرده ایرانی طی این سالها در کنار نابرابری‌های موجود در بکارگیری زنان در مشاغل رشد چشمگیری داشته، حرکتی رو به راه انداخت که رهبران آن دیگر صرفاً زنان نخبه و حتی برخوردار از تحصیلات عالی نیستند، بلکه دخترانی هستند که از سنین پایین برای احقاق حقوق خود و ایستادگی برابر جامعه مردسالار مبارزه می کنند. امروز همچنان صدای زنان در جامعه شنیده می شود. آنها بیش از دیگر اقشار اجتماعی برای آزادی هزینه می دند. نگاهی به فهرست اسامی زنان در بند تبعید شده و اونهایی که جانشون رو طی 4 دهه گذاشتن در این مسیر که از دست دادن روشنگر ابعاد این موضوع هست. خواندن روایت‌های مبارزه زنان هم روشنگر انگیزه اونها برای ایجاد تغییر و آغاز انقلاب زنان در ایران هست. من سپاسگزاری می‌کنم از توجه شما دوستان عزیز و وقتی که به من داده شده. اینم یک موزیک ویدئوی آخر هستش که فکر می‌کنم 3 دقیقه خورده‌ای نباشه. اگر موافق باشید من این رو بگذارم یا اگر پروین جان اجازه بدند حالا یا الان یا آخر برنامه این رو بازپخش کنیم برای دوستان و تقدیم کنیم به همه زنان قهرمانی. خواهش میکنم. نه پخشش کنید الان. چشم. صدا نیست. شما قبل از اینکه شعرش بکنید باید اون شعر آدیو شعر رو میزدید. پس اجازه بدید که صدا نیست. ببینید قبل از اینکه شعر کنیم باید آدیو رو هم شعر کنیم. بله. پس من اینو استاپ شعر بزنم برم بیرون. بله. بیام. بله بله اینو استاشر بزنیم بریم بیرون. وقتی که میاین طرف راستتون یه دگمه هست به اسم آدیو شر، اونم بزنیم که ما صدا رو بشنویم. بفرمایید. شر ساوند. بله صد بسیار امیدوارم الان صدا رو بشنویم. بله صدا هست. صدا هست. بله بله این به همه زنان قهرمان ایران. این من زن جنگم بر یاد زمان از غم و دردم از حادثه می خوانم شایه خانم در این شب تار در دل دریا همزادی توفانم اینک در چشمانم تو بخوان با من هرگز بیگانه نمان از دل تیری شب گذرم تا برسم به طلوع سحر شایه صرف زمان منم تا بکشم به سیاهی شرر این من زن جنگم بر یاد زمان از غم و دردم از حادثه می کنم شایه خانم در این شب تار در دل دریا همزادی طوفانم دل بستی آزاد منم گر تو قبورم من یقنم یک سرشون قرد غرورم با من تو بمان در این رسم زمان سوگند وفا را مستانه بکن نام من تو در یک شوکت قاب روشن تر از آفتاب بر قام جهان این من زن جنگم فریاد زمان از غم و دردم از حادثه می خوانم شعله خانم در این شب تار در دل دریا همزادی طوفانم
هرگز نبری از یاد از یاد، بی من بی من نشوی هرگز آزاد، بی من محکوم شب بیداد بیداد، از جان و دل بکشی فریاد فریاد، این من زن جنگم فریاد زمان، از غم و دردم از حادثه نکنم، شاهد پاندو در پیش رتار، در دل دریا همزادی خلکانم، این من زن جنگم فریاد زمان، از غم و دردم از حادثه نکنم، شاهد پاندو در پیش رتار، در دل دریا همزادی خلکانم. سپاسگزارم از توجه شما، درودها بر شما دوستان عزیز و ممنونم از اینکه همراهی کردید. پروین جان، از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و همچنین از دعوت شما بسیار سپاسگزارم و باز هم روز جهانی زن رو به تمام زنان مبارز، قهرمان و همچنین تمام کسایی که باورمند هستند به برابری و عدم تبعیض و خشونت تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر از شما مریم عزیز. الان دیگه نوبت خانم دکتر رضوان مقدم هستن که ایشان دارای فوق لیسانس در آمار ریاضی و روانشناسی، دکترای علوم سیاسی و اجتماعی در رشته مطالعات جنسیتی از دانشگاه فوه برلین هستند. ایشان از بنیانگذاران هم اندیشه جنبش زنان، کمپین 1,000,000 امضا و منشور زنان، مادران صلح، عضو فعال خانواده خاوران و مؤسس کمپین علیه اسید پاشی هستند و در حال حاضر ایشون سخنگوی و بنیانگذار کمپین توقف قتل‌های ناموسی هستند. خانم مقدم مقالات متعدد علمی، آکادمیک و همینطور در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر و مسائل اجتماعی انتشار دادن. رضوان جان در خدمت شما هستیم. بله، درود می‌فرستم به شما و عزیزانی که حضور دارند و کسانی که بعداً صدای ما رو میشنوند. من هم به نوبه خودم روز جهانی زن 8 مارس رو تبریک میگم به همه زنانی که برای تغییر مبارزه کردن و همینطور به زنان یمن، به زنان افغانستان، به زنان سوریه که اونها رو برابر با زنان اوکراین نمیدونه غرب، و البته به زنان اوکراین که همه در حقیقت قربانیان جنگ ها غالبا زنان و کودکان هستن، قربانیان اصلی جنگ ها، اگرچه مردان می جنگند اما قربانیان جنگ ها و اون فشارهایی که در حقیقت ناخواسته تحمیل میشه به زنان و کودکان هست. خب بحثی رو که من بعد اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم در مورد دستاوردهای کمپین توقف قتل‌های ناموسی هست، ولی پیش از این که به دستاوردها بپردازم مایل هستم پیشینه کمپین رو اینجا مطرح بکنم. اصلا چی شد و چرا کمپین توقف قتل‌های ناموسی شکل گرفت؟ خب من اگر بخوام واقعا بگم بیش از 40 سال هست که در عرصه توقف و خشونت علیه زنان فعالیت میکنم و همینطور که پروین عزیز گفت از کمپین علیه اسید پاشی، کمپین علیه ایدز و اعتیاد و کمپین برای صلح و غیره شروع شده و به هر حال تا 2 سال پیش که قتل رومینا اشرفی به دست پدرش اتفاق افتاد، ما دیدیم که فضای رسانه ها پر شد و یک خشمی، موجی از خشم بین مردم در فضای مجازی شکل گرفت. خب قتل رومینا اولین بار نبود، سالها پیش ما به شکلهای خیلی فجیع دیده بودیم، مثلا قتل زهرا دختر 6 ساله در اهواز که پدرش وقتی سر اون رو برید در شهر چرخوند. گناه زهرای 6 ساله این بود که پدرش تصور کرده بود که
دایی زهرا با اون نظر داره، اصطلاحی که وقتی بدبین هستند سوء زن هست میگن که فلانی نظر داشت. خب و پدر چاره حفظ آبروی خودش رو در کشتن زهرا 6 ساله دیده بود، اما میبینیم که در سکوت خبری در حقیقت این قتل اتفاق میفته و قتل‌های بسیار دیگری حالا در ضمن صحبت‌ها خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. در وقتی 2 سال پیش حدود 2 سال پیش این اتفاق افتاد، همون زمان من فکر کردم که خب معمولا انسان مرگ عزیزترین فرد نزدیک به خودش رو فراموش میکنه یا بعد از یک مدتی نسبت بهش سرد میشه. این که خب یک اتفاقی اجتماعی هست و مردم بعد از یک مدتی فراموش خواهند کرد، در حالی که این کشتنها همینطور ادامه داره. بنابراین از عده زیادی از دوستان از فعالان حقوق زن دعوت کردم که برای تداوم مبارزه با این قتل‌ها بهتر از یک حرکت سازماندهی شده و منسجمی رو ما در حقیقت سازماندهی بکنیم، راه اندازی بکنیم و خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت و کمپین توقف قتل‌های ناموسی شروع به کار کرد. کمپین با به این ترتیب بود که ما در زوم اتاقهای جانبی تشکیل دادیم، به گروه‌های مختلفی تقسیم شدیم و در اون اتاقها فکر شد، بحث شد که ما روی چه چیزی تمرکز بکنیم. 2 نظر متفاوت بود. یک عده خیلی مصر بودن به اینکه ما فقط تمرکزمون رو باید روی تغییر قوانین بذاریم و عده دیگر میگفتن کار فرهنگی. در نهایت برایند اون بحث‌ها این شد که هر دو مهم است، یعنی ما نمیتونیم، چون قوانین به نوعی برآمده از فرهنگ هست و اگر که قوانین جلوتر باشه از فرهنگ میتونه فرهنگ رو به دنبال خودش بکشونه، یک به اصطلاح تأثیرات متقابل دارن. به همین دلیل سعی شد که هر دو جنبه در کمپین توقف قتل‌های ناموسی مورد توجه قرار بگیره. این من خواستم یک مقداری ناجی با ساختار کمپین خدمت عزیزان بگم، آشنا بشن تا بعد بگیم که خب حالا دستاوردهای کمپین چی بود. در ابتدا بعد از اینکه این به اصطلاح مشخص شد که خب حالا ما چه کار می‌خوایم بکنیم، یک نقشه راه لازم بود، طرح کمپین بود که از کجا شروع کنیم و به کجا، حالا چشم انداز ما یا اون به اصطلاح دورنمای ما از آینده چی خواهد بود، می‌خوایم چی کار بکنیم و به کجا می‌خوایم برسیم. ما در کمپین پس بنابراین بحث آموزش رو مطرح کردیم که ما باید تمرکز بکنیم برای فرهنگ سازی نیاز به آموزش دادن هست و کمپین روی مسئله آموزش تمرکز کرد، آموزش و همینطور تغییر به اصطلاح قوانین. حالا من قبل از اینکه این 2 بخش رو بگم، میخوام برای اینکه باز منسجمتر بتونیم صحبت بکنیم، دستاوردها رو من در سطح بین المللی، ملی و منطقه‌ای یا اصطلاح محلی و منطقه‌ای خدمت دوستان عرض بکنم. ما بعد از اینکه اصطلاح برنامه ریزی کردیم، خب در سطح من از خرد میام به اصطلاح از یعنی از محلی شروع میکنم و بعد میام به بین المللی. در عرصه محلی ما کاری که کردیم تولید بروشورهای آموزشی، تولید استیکر و ترویج کمپین در سراسر کشور. خیلی جالبه بهتون بگم کمپین الان در استانهای حاشیه‌ای، حتی تا خواف هم کمپین به اصطلاح عضو داره، در شهرهای خراسان، در سیستان و بلوچستان، در آذربایجان، خوزستان، لرستان، قزوین، اصفهان، در شهرهای مختلف اعضای کمپین فعال هستند و سعی میکنن به اصطلاح روی مسئله آموزش تمرکز بیشتری داشته باشن و البته در مورد قوانین تبعیض آمیز هم صحبت میکنن، ولی تمرکز اصلی ما بیشتر روی مسئله آموزش هستش. خب برای این که ما بتونیم
راحت‌تر این تولیدات رو به دست اعضای داخل کشور برسیم، یعنی یک ارتباط متقابل ما داریم. کارگروهی هست که در ایران کار میکنن، اینها همه با هم در ارتباط هستن و یک حالت شبکه‌ای هستش. ما بایستی به سوشال مدیام رو قوی میکردیم، بنابراین نیاز به وبسایت داشتیم. الان وبسایت کمپین با 3 زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی هست، stoponerkillings.org که جزوه های آموزشی، مطالب آموزشی اونجا هست و ما سعی کردیم از زاویه دیگری به قتل های ناموسی بپردازیم، چون که بیشتر رسانه ها به این ترتیب بود که میگفتن زنی کشته شد، دختری کشته شد، نه عکسی نه نامی، و ما سعی کردیم که این به اصطلاح روند رو تغییر بدیم. اصرار کردیم بر این که باید عکس داشته باشن، باید اسم داشته باشن، و اعضای کمپین در داخل ایران که کارهای خبرنگاری رو انجام میدن و بعضا در رسانه‌ها فعال هستن به این مسئله حساس شدن، چون با ارتباطاتی که ما داشتیم گفتیم که این که همه از هم کپی میکنن رسانه‌ها با همون یه حالت تکرار هست، فقط نام رسانه تغییر میکنه، این درست نیست و حتما بایستی دنبال این قضیه رو گرفت که با نام و اسم و نام قاتل، نام مقتول، هر کدوم از این افراد دارای شناسنامه هستن و این درست نیست که با دختری زنی اینقدر این مسئله به این سطح از خشونت رو که واقعا قتل ناموسی شدیدترین نوع خشونت هست تقلیلی بدیم و حتی حاضر نباشن که اسم و سن قاتل و مقتول رو بنویسن. خب این یکی از در حقیقت تأثیراتی بود که کمپین تونست روی رسانه‌ها بذاره و دامن زدن این مسئله و آوردن بحث روی در سطح جامعه. الان ما می‌بینیم که حتی خود حکومت هم مجبور شده که در این مورد موضع‌گیری بکنه و همینطور مثلا تا چند سال پیش ما می‌بینیم که از تریبون‌های نماز جمعه، از تریبون‌های مساجد تشویق می‌شد به زنانی که به اصطلاح خودشون بعد حجاب بودن اسید پاشی بکنن، در حالی که امروز ما میبینیم که متوجه این سطح به اصطلاح خیلی بالا از خشونت شدن و بعضی از اونها مثل امام جمعه ارومیه این قتل ها رو محکوم کردن که به دستاوردهای در حقیقت فعالان حقوق زن در و کمپین توقف قتل‌های ناموسی در اونجا هستش. در و علاوه بر این در سطح محلی ما تونستیم به عده‌ای از بازماندگان از قتل‌های ناموسی کمک بکنیم، هم در مسئله درمانیشون، چه از لحاظ درمان جسمی و چه از لحاظ درمان روانی. و خب عکس هایی که واقعا از این عزیزان برای ما رسیده بسیار تکان دهنده هست، حالا چون خیلی مسئله غم انگیز هست من نمیخوام درگیر این مسئله بشه و ذهنتون چون برای بعضی ها شب هست و ناراحت کننده باشه، ولی کسانی که زنده موندن، حتی یکی از خانم هایی که کمپین بهش کمک کرد نصف گلوش بریده شده بود، یا یکی دیگه از بازماندگان، من اسمشون رو اینجا نمیبرم بیشتر به خاطر خود اونها چون که در خفا زندگی میکنن، که خب بازمانده از اسید پاشی هست، و یکی دیگه که از دگرباشان جنسی هست، اون هم بازمانده از قتلای ناموسی است. خب کمپین از این بابت هم تونسته خدماتی رو ارائه بده. برنامه هایی که کمپین داره در سطح داخلی و محلی، دورنماش این هست که بتونه 10 خانه امن رو برای زنان بازمانده از خشونت و زنانی که تحت خطر هستند در ایران بتونه راه اندازی بکنه. در سطح منطقه‌ای، کمپین تونسته با زنان ترکیه، کردستان عراق، افغانستان ارتباط داشته باشه و حتی در برنامه هایی که ما داشتیم سعی شد از فعالان حقوق زن در این کشورها دعوت به عمل بیاد و راجب مسائلی که در اون کشورها هست و چگونگی به اصطلاح مبارزه با قتل‌های ناموسی بتونیم با هم تعامل داشته باشیم، بتونیم تبادل تجربه و تبادل دانش بکنیم، که بسیار برنامه های موفقی بود. و اما در سطح بین المللی،
خب این بخش خیلی جالب هست به نظر خودم و حالا امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. اولین کاری که ما کردیم در همون روزهای اول راه اندازی کمپین تهیه یک پتیشن بود، بیانیه کمپین که خب مواضع کمپین رو مشخص میکرد که اعضای اولیه کمپین اون رو امضا کردن، اما پتیشن برای عموم بود. این پتیشن رو بیش از 3000 نفر در مدت کوتاهی امضا کردن و 54 سازمان و نهاد مدنی و سیاسی امضا کردن. پتیشن برای گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان که اون زمان خانم استانوویچ بود و گزارشگر نقض حقوق بشر در ایران و همینطور دبیر کل سازمان ملل فرستاده شد. تأثیر این پتیشن این بود که در اون زمان خانم استانوویچ جواب ایمیل ما رو داد و تشکر کرد و ای که گفتن این مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت، که خوب خوشبختانه همینطور هم شد و سال 2021 25 نوامبر که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست در سال گذشته تمرکزش رو قرار داد به توقف قتل‌های ناموسی و همینطور 16 روز جهان را نارنجی کنیم که از 25 نوامبر شروع میشه تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر هست، باز هم در این 16 روز جهان را نارنجی کنیم به توقف قتل‌های ناموسی تمرکز داده شد. و خب ما میبینیم که این پتیشن ها علارغم این که بعضی ها تصور میکنن که یک امضا نقشی نداره، چرا نقش هم داره. یعنی این مسئله باعث میشه که توجه جامعه بین الملل جلب بشه. من میخوام اینجا یک آمار کوتاهی رو هم اشاره بکنم و مقایسه آماری بکنم، هم کاری که در سازمان ملل شده و هم کاری که در کمپین توقف قتل‌های ناموسی شده. در سازمان ملل سال 2000 تحقیقی انجام شد که در اون تحقیق نشون میداد 5000 زن سالانه به وسیله فامیل، مردان فامیل کشته میشن. در سال 2017 یعنی 17 سال بعد تحقیقی که سازمان ملل داد نشون داد که 86000 زن سالانه کشته میشن که 50000 زن توسط مردان خانواده، پدر، برادر، عمو، شوهر و پسر عمو کشته میشن. یعنی ببینید میزان قتل‌های ناموسی که قتل‌ها تحت عنوان قتل‌های ناموسی هست در این مدت 10 برابر شده. در ایران من تحقیقی رو که خودم انجام دادم روی 1220 قتل رو که به رسانه ها را پیدا کرده بود، هم از سوشال مدیا و هم از روزنامه های نشریات چاپی، در این 1220 قتل وقتی روند قتل ها رو نگاه می کنیم متاسفانه روند افزایشی داشته، که در این رابطه با تحقیقی که در سازمان ملل انجام شده با هم در حقیقت همخوانی دارن. و سال 98 99 ما نسبت به سالهای قبل میبینیم که این سیر صعودی داشته. خب بعضی ها اعتقاد دارن که بالا رفتن این میزان قتل‌های ناموسی به دلیل کرونا هست، به خاطر اینکه خب زنها مجبورن که با خشونتگری که هست، حالا این خشونتگر یا پدر یا همسر یا برادر مردان خانواده هستند، در مثلا یک فضای بسته باشن و دائما زنها تحت کنترل هستند، راه فراری ندارن و در نتیجه بیشتر مورد خشونت قرار میگن و میزان قتل‌های ناموسی بالاتر میره. این یک مثلا پیش‌فرض هست در این مورد که نیازمند تحقیق بیشتر هست. اما خود من با توجه به فاکتورهایی که در این تحقیق پیدا کردم روند افزایشی رو با توجه به دلایل قتل
مثلا شما وقتی که قطرهایی که در سال 1382 اتفاق افتاده 83 اتفاق افتاده میبینید در اونجا دلایل قتل به دلیل مثلا حضور در شبکه‌های اجتماعی نیست، ولی در سالهای اخیر میبینید که خیلی از این قتل‌ها به دلیل حضور در شبکه‌های اجتماعی هست، یا رد و بدل کردن یک چت تلگرامی بوده یا در واتساپ بوده و مانند این، که این نشون میده در حقیقت زنان به دلیل اینکه خب هم سطح به اصطلاح آگاهیشون از لحاظ حق و حقوق دسترسی به رسانه بیشتر شده و اینکه سطح آگاهیشون بالاتر رفته، دیگه تمکین نمی کنن و یک به اصطلاح تضادی بین زنان و مردان جامعه از این بابت که مردان میخوان همچنان قدرت خودشون رو حفظ کنن، کنترلگری خودشون رو حفظ کنن، و از طرف این زنان به عکس میخوان به سمت رهایی برن و میخوان از زیر کنترل خارج بشن، و این مسئله باعث میشه که مردان چون میخوان اون وضعیت وضع موجود رو حفظ کنن نمیتونن تحمل بکنن و دست به کشتن زنها میزنن. به علاوه آموزش هایی که متاسفانه از طریق کلیشه های جنسیتی، از طریق آموزش هایی که در از رسانه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم به مردان جامعه مرتب تزریق میشه و باعث شستشوی مغزی بیشتر اینها شده، از طریق مساجد میبینیم که مردان رو کنترلگر بار آوردن نسبت به اصطلاح قبل، و همینطور این به اصطلاح سیر سعودی پیدا کرده. خب به هر حال ما میتونیم که چقدر آموزش میتونه تأثیر داشته باشه، و از طرفی یکی از مسائل مسئله حجاب هم هست. خود حجاب به طور مستقیم و غیر مستقیم فرودستیه، یعنی مهر میزنه بر فرودستی زنان. کودکی که با در یک چنین خانواده‌ای بزرگ میشه از همون ابتدا تفاوت بین مادر و پدر رو متوجه میشه و این که فکر میکنه که خب مادرش باید در این شکل و شمایل ظاهر بشه، بعد همین رو تعمیم میده به خواهر و به همسر، و در نتیجه ما میبینیم که اون تعصبات خیلی ریشه میدونه بین مردان جامعه. به هر حال اینا مسائلی هست که خب البته یک مقدار بیشتری باید روش بحث کرد. نتایج این تحقیق خیلی گسترده است، از جمله این که من میخوام بگم که قتل‌های ناموسی برخلاف اون چی که میگن بر اثر عصبانیت نیست، بلکه اینها با برنامه با نقشه است، و این تحقیقی که در حقیقت انجام شد نشون داد که 21% از قتل‌ها با اسلحه گرم، حتی اسلحه جنگی انجام شده، و یا اینکه از دشنه، از قمه، از چاقو، به طوری که طرف رفته و سر فرصت چاقو رو تیز کرده تا بتونه به راحتی به اصطلاح به اون قربانی خودش رو بکشه، و اینها یا مثلا سم خاروندن یا آتش زدن و بعد دار زدن، یعنی روی به اصطلاح نقشه و برنامه یک مسیری رو این قتل‌های ناموسی طی کردن تا اینکه به نتیجه برسن از نظر اون فردی که نقشه قتل رو ریخته. و البته یک نکته رو هم بعد اینجا اشاره بکنم که یکی از دلایل این که مردان به راحتی میکشن مسئله قانون هست، برای اینکه در قانون میدونید که پدر و جد پدری قصاص نمیشند و بخشش هم با ولی دم هست. اغلب برادران رو در حقیقت مأمور میکنن برای کشتن، یا خودشون دست به این کار میزنن، و چون ولی دم پدر میشه غالبا بخشیده میشه. و در مواردی هم که همسر هست باز هم غالبا به این ترتیب هست، مگر در موارد خیلی نادری مثل مورد قتل گلاله شیخی که خانواده دختر بسیار مصر هستن در قصاص قاتل. این هستش که بیشتر این قتل ها متاسفانه خیلی راحت پاک میشه و قاتل به
مجازاتی که در خور هست نمیرسه، که البته من اینجا جا داره که تأکید بکنم کمپین توقف قتل‌های ناموسی مخالف هر گونه اعدام و قصاص است، اما کمپین معتقد هست که باید مجازات سنگینی برای قاتلان در نظر گرفته بشه. متشکرم که به صحبت‌های من گوش دادید. فکر می‌کنم بحث سنگینی هست، یک کمی طولانی شد، اما من در خدمتتون هستم و امیدوارم که در قسمت پرسش و پاسخ اگر سوالی بود بتونم پاسخ بدم. ممنونم از اینکه این برنامه رو برگزار کردید و سپاس قلبی خودم رو از خانم ملک اینجا ابراز میکنم، همینطور از مریم عزیز که خیلی زیبا دستاوردهای جنبش زنان رو توضیح دادم. سپاس گذارم. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون دوستان عزیز، تشکر میکنم که تا الان با ما بودید. اگر سوالی دارید بفرمایید که هر دو تا سخنرانای ما در خدمت شما هست. هم میتونید که تو تصویر دست بلند کنید، هم میتونید که توی چت بنویسید نوبت، هم اینکه دستتون رو بلند کنید. اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگرم که صحبت‌های تکمیلی دارید بفرمایید، سوال دارید بفرمایید. خب من از شما یه سوال میکنم، ما که خارج نشین هستیم در این ارتباط ها چجور کمک، ما چه کارها میتونیم بکنیم؟ سوال شما از من هست؟ بله بله. خب ببینید، اتفاقا خیلی کمک ها میشه کرد، همونطور که من ضمن صحبت هم گفتم بخشی از کار ما در حقیقت کمک به بازماندگان از قتل‌های ناموسی و کسانی است که الان تحت خطر هستند. یکی از برنامه‌های کمپین تأمین خانه‌های امن هست، برنامه دیگرش کمک به این بازماندگان هست و برنامه دیگه آموزش هست و برنامه‌های پژوهشی، یعنی پروژه‌های مختلفی کمپین داره. فعلا 4 تا پروژه هست که هر کدوم از این پروژه‌ها هر کسی که مایل باشه میتونه کمک بکنه به این پروژه از طریق کمک مالی. کمپین یک به اصطلاح شماره پیپال داره، در وبسایت کمپین هست، میتونن از اون طریق واریز بکنن، یا اگر شخصی رو قابل اعتماد میدونن که از اعضای کمپین هست میتونن کمکاشون رو به اون شخص بدن و اون میتونه کمکا رو به کمپین، به کارگروه مالی کمپین منتقل بکنه. این یک راه هست. راه دیگر پیوستن به کمپین هست، اگر بیان به کمپین بپیوندن از نزدیک شاهد تلاش شبانه روزی اعضا باشن. در ضمن اینو من میخوام بگم که کمپین یک عضو رسمی داره که اعضای رسمیش الان بیش از 230 نفر هستن، در بین المللی و داخلی هست، یعنی از تمام قاره ها عضو هست. الان خود مریم که از مالزی هست عضو کمپین هست، ما از کانادا، تمام شهرهای اروپا تقریبا، کشورهای اروپایی تقریبا ما عضو داریم، از ایران از اغلب استانها عضو هستند و خب هر چقدر اعضا گسترده‌تر باشه و کمک کنن به کار آموزش. حتی اگر شده بروشورهای آموزشی رو که در وبسایت کمپین هست بتونن اینها رو توضیح کنن، چون ما می‌خوایم اینا دست مردم برسه. در ویدیوهایی که کمپین میخواد از مردم که این ویدیوها رو برسن، من خیلی کاری که در کمپین شده بسیار زیاد هست و اگر من میخواستم صحبت کنم حدود 1 ساعت میشد و شما خسته میشدید، منم با صحبت طولانی موافق نیستم، اگرچه بازم طولانی شد، ولی ما چند تا کار کردیم. مثلا هنرمندان از خودشون ویدیو دادن، خب اینها به هر حال هر کدوم یک تعدادی فالوور دارن، تأثیر میذاره، هر چقدر بتونن این ویدیوها رو پخش بکنن. تولیدات کمپین رو که براشون بسیار زحمت کشیده شده در شبکه‌های اجتماعی، بین شبکه دوستانشون، بین خانواده‌ها پخش بکنن، اینا همه کمکه، همش به تولید دانش، همش به مثل ببینید کارهایی که مردم میکنن با کاری که متاسفانه حاکمیت داره میکنه مثل یک مسابقه طناب‌کشی میمونه.
ما باید کاری بکنیم که اون تبلیغاتی رو که در طی تمام این سالها سیستمی که سیستم ضد زن هست، چه از لحاظ قوانین چه از لحاظ ترویج فرهنگ غلط، اینها رو باید بتونیم خونسا بکنیم. خب ما که قدرت رادیو تلویزیون رو که نداریم، اما میتونیم از رسانه هایی که در اختیار داریم استفاده بکنیم. ببینید یکی از کارهایی که میتونیم همین الان، همین برنامه هایی که گذاشته میشه، واقعا همین لینک همینها رو دست هر کسی میرسه اینها رو پخش بکنن، دعوت بکنن و بیان مردم این حرفا رو بشنون. حالا اگر این ضبط شد، این رو بتونن توضیحش بکنن، این صداها رو مردم بیشتری بشنون، که ما بتونیم اون جریان از رسانه های جریان اصلی که قدرت دستشون هست، ما هم بتونیم به سهم خودمون بتونیم به اصطلاح صدا بشیم و بتونیم صدای کسانی رو که الان تحت ستم هستن، تحت خشونت هستن، بتونیم رساتر بکنیم. ولیکن خب از لحاظ کمک های مالی حداقل چیزی که راحت ترینشه، یعنی در حقیقت میشه گفت کمک مالی کم هزینه ترین کمک هست، چون کمک های دیگه خب آدم باید خیلی وقت بیشتری بذاره و کسانی که وقت نمی کنن، وقتشون کمه، میتونن اون وقت رو کار بکنن و در عوضی که مقداری بتونن از اون بابت کمپین رو حمایت مالی بکنن برای تولیداتی که کمپین داره. ببخشید یه سوالی پیش میاد که خب میدونین که به خاطر تحریم امریکا و اینا، اگه دوستان مثلا اینجا به کمپین کمک بکنن توی خارج از ایران، اون وقت شما این به چه صورتی اونجا میرسه، به چه صورتی اینطوری تبادل پیدا میکنه؟ خب ببینید ما پولی که اینجا گرفته میشه، به هر حال راه های مختلفی وجود داره برای رساندنش به ایران. خیلی ها هستن که در خارج از کشور ممکنه به این پول نیاز داشته باشن، ولی بتونن فامیلاشون در ایران معادلش به اون خانواده ها و به جاهایی که لازم هست پرداخت بشه، یا اینکه مسافرانی که داخل ایران میرن که خیلی زیاد هست، ما تا حالا به این شکل عمل کردیم، میبرن اونجا و تبدیل میکنن و به این ترتیب میتونیم به اصطلاح پول رو منتقل بکنیم. تا الان هم کسایی که بوده کارت بانکیشون رو در اختیار ما گذاشتن و ما تونستیم پول به حساب اونایی که به اصطلاح برای چیز هست، برای بازمونده از قتل های ناموسی هستن، ولی برای خانه های ام ما تا جایی که بتونیم جمع بشه که حداقل بتونیم یک جا برای کسانی که الان مجوز دارن در اختیارشون بذاریم، که هنوز متاسفانه ما نه برای خانه های ام پول قابل توجهی که بشه تأسیس کنیم. حداقل اولینش رو که ما به نام مهری جعفری، به خاطر اینکه مهری جعفری عضو حقوقدان کمپین بود و ما از دستش دادیم، قرار هست که اولین خانه رو به نام خانه امن مهری تأسیس بکنیم. تشکر میکنم. آقای شالگونی بفرمایید، شما دست بلند کردید، بفرمایید، مایکتون بسته است، باز کنید صحبتتون رو انجام. با سلام خدمت شما جمع نازنین، من صدا میاد؟ فقط شما یکم بلندتر مزدک جان. الان صدا میاد؟ بله بله. میدونید که اینجا ساعت 4:00 شروع شد، الان هم 5:12 است. من باید یک کمی مراعات خفتگان رو داشته باشم برای اینکه صحبتام طولانی نشه. یادداشت کردم، رضوان جان میدونن من یکم طولانی صحبت میکنم. عرضم خدمتتون که پس صدا خوبه ها؟ بله بله خوبه. بله مرسی. اولین چیزی که یادداشت کردم به قول آلمانیا کمیونیکاسیون یا انگلیسی ها کمیونیکیشن، که به نظر من نه تنها مشکل اساسی داره بلکه قطعی اساسی هم داره، یعنی انگار یکی پاش رو سیمه. به هر حال اینو حتما بعداً صحبت میکنیم مفصلا. بعدیش با تشکر از پدید آورندگان این جمع محترم، جمع گرم صمیمی، خیلی تلاش خوبی کردید، واقعا تشکر. تو این ساعت خیلی عالی بود، ممنون.
و با تشکر از مریم مرادی عزیز از مالزی. یه نقدی هم به مدیر برنامه داشتم، خانم مالک. در واقع عدالت در معرفی به نظرم اصلا انجام نشد. خانم دکتر رضوان رو به هر حال در بعد از 40 سال فعالیت فکر میکنم خیلی ها میشناسن، ولی بانو مریم مرادی رو معرفی خاصی نکردید به غیر از این که ایشون تو مالزی هستن. بماند وبسایت دیشب یکی از رفقای کمپین برای من لینک وبسایت فرستادن، هر چقدر زدم باز نشد، حتی آدرسش رو گوگل کردم باز یه جایی مثل سایت باز نشد، و یعنی تو آلمان باز نشد. یه چیزی مثلا قسمتی چیزی که مثلا چند تا موسیقی توش هست باز شد. من نمیدونم این مثلا باید کاملتر داشتم، یا اسمش بود نقطه و org. به هر حال نتونستم باز کنم وبسایت رو، و لینک های مطالب ضبط شده خیلی مهمه. به هر حال چون ما هم کار رسانه میکنیم، من از تبعیدی های یعنی اخراجی های فیسبوک هستم، یه چند سالی نبودم، ولی الان توی مسنجر فیسبوک مشکلات خیلی قابل توجهی هست. مثلا من داشتم اینو پخش میکردم، به غیر از اینکه توی گروه ها میشه به راحتی شیر کرد، مثلا همین اعلام این برنامه رو، ولی وقتی توی شخصی ها میریم، مثلا اولین چیزی که من دیدم اومدم بفرستم برای چند تا از دوستان بسته بود، معلوم فکر کردم خودشون بلوک کردن. بعد رفتم توی این اتفاق تکرار شد، و حتی برای خود خانم مریم مرادی که الان اینجا هستن هم فکر میکنم بلوک بود، و نه تنها ایشون، یک سری از افراد بلوکن، یک سری از افراد بلوک نیستن. و بعد من متوجه شدم که این اصلا به نظر اتوماتیک میاد، نه اینکه خود آدما بلوک کرده باشن. به راحتی میشه برای بعضی ها فرستاد، به راحتی میشه برای بعضی ها نفرستاد. این یکی از نکته هاش. و اینکه الان اپلیکیشن های ارتباطی واقعا خیلی زیاد شدن و باید یه فکری براشون کرد، و خیلی ها اصلا بلد نیستن باهاشون کار کنن. یعنی با ساده ترینشون که مسنجر فیسبوک باشه، که نمیدونم واقعا چند ساله، من اومدم آلمان به من گفتم فیسبوکت کو، گفتم نمیدونم، سریع برام درست کردم، مثلا یادش شکوفه منتظری فکر کنم برام درست کرد. بله برای خودشم فرستادم، ولی خب حتما جای دیگه ای مشغوله بود. بعد یه نکته دیگه که داشتم، معرفی فعالان شناخته شده کمپین، یا نه تنها کمپین، فعالان زن، حوزه زنان، و کلن در واقع اگر که بخوایم مثلا نوعی تفکیک انجام بدیم، فعال از همین کمپین شروع میکنم که توش هستیم. فعالان کمپین به هر حال چند تاشون بسیار شناخته شده بودن، برای منی که در خارج بودم و از خارج تعقیب میکردم، مثلا خود خانم رضوان مقدم، خدیجه مقدم و پروین اردلان. من همین 3 نفر رو اسم میارم برای اینکه بیش از اینها میشناسم و شاید دوست نداشته باشن که اسمشون رو بیارم، ولی این 3 نفر رو اسم میارم برای اینکه خب از مکانهاشون تا حدی در خبر هستم. و یک زندیاد اتفاقی افتاد؟ نه، بلنگوی کسی باز بود، و شما هم لطف کنید که چون کسای دیگه هم هستن. چند دقیقه وقت دارم چند ثانیه وقت دارم؟ بله، سعی کنید که 30 ثانیه صحبت کنید. شما 30 ثانیه. خیلی خوب، معرفی فعالان. بعد یک زندیادی رو هم که فیلمسازی بود، خانم پانتها، در این زمینه بسیار کار کردن،
و فیلم های بسیار متعدد ارزشمندی ساختن. چند روز پیش حداقل از دست دادیمشون. جاش بود که ایشون رو هم یه معرفی کوچیکی خانم رضوان داشته باشن، چون میدونم که ایشون رابطه دارم. بعد جمع آوری کارهای هنری. به شخص من تو شهری که هستم به تعداد مفصلی هنرمندان جوان هستند، کارهای خیلی زیبا ارزشمند میکنن، تصویری، ویدیو آرت، ولی حتی هنرمند کنار دستیش اصلا نمیدونه که چنین هنرمندی مثلا 4 تا خیابون اونورتر وجود داره و مثلا 10 ساله داره کار میکنه. خب اینها همون قطعی و پا رو سیم بودن یک کساییه دیگه، یعنی اون کسا در واقع خودمونیم، خود ما پامون رو سیمه، رو سیم کمیونیکیشن یا کمیونیکاسیون. من تمام. تشکر میکنم. بله، قراره که یک برنامه بزرگ داشتی هم برای خانم پانتا بهرامی تشکیل بشه و در ارتباط با معرفی، معمولا ما از خود سخنرانان میخوایم که یه مطلبی، یه چند خطی در ارتباط با معرفیشون اونطوری که میخوان معرفی بشن بفرستن و به همون بر اون اساس ما معرفی میکنیم. در هر صورت سپاس از شرکتتون، ممنون. رضوان جان یا مریم جان، اگر شما هر کدومتون صحبت آخر رو دارید یا اگر نکته هایی هست که آقای شاگونی صحبت کردن میخوان جواب بدید بفرمایید. مریم جان شما اگه میخواین، شما الان یه صحبت کوتاه و خداحافظیتون رو انجام بدید و بعد هم رضوان جان صحبت میکنه. بفرمایید. ممنونم. من تشکر میکنم از توجه شما و به خصوص جناب مزدک. در خصوص معرفی جناب مزدک، این یک امر دلخواست و به هر حال اون چیزی هستش که خود طرف مایل هستش که تا این حدود بیشتر معرفی نشه و این از جانب خودم بوده. این رو به پای این نذارید که عدالت برقرار شده یا خیر، این رو اصلا قضاوت نکنید و پیش داوری نفرمایید. و دیگه در مورد آدرس فرمودید، من الان آدرس وبسایت رو در چت گذاشتم، به راحتی شما میتونید روش الان کلیک کنید وارد وبسایت بشید و همچنین آدرس پیپال هم هست. و در مورد دوستان هنرمندی صحبت کردید، چون کمپین خودش یک کارگروه هنر داره و کلا بسیار هم اکتیو و فعال هست، اگر مایل هستید که در این خصوص کمکی بکنید یا مثلا عضو هنرمندی رو میشناسید یا خودتون در این ارتباط میخواید صاحب استعداد یا علاقه مندی هستید، میتونید با آدرس ایمیل یا حتی اگر بانو رضوان عزیز رو میتونید با ایشون ارتباط بگیرید و این ارتباط رو ما میتونیم به اصطلاح قوی تر بکنیم و دوستان بیشتری رو به سمت کارگروه هنر کمپین بیاریم و خوشحالم میشیم، بسیار استقبال میکنیم. اتفاقا سپاسگزارم خانم ملک عزیز از اینکه این فرصت رو به من دادید. ممنونم از شما. خواهش میکنم. بهزاد عزیز شما دستتون بالاست، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. بله، خواهش میکنم. یک تشکر و امتنان خودم رو از خانم مرادی و همچنین دکتر رضوان مقدم به ویژه میخواستم ابراز بکنم، بر این اساس که بسیاری از گروه ها هستن فقط عیب رو میبینن، مثل اینکه شما برید پیش پزشکی و فقط این مرض شما رو خوب توصیف بکنه، همین جور شکلهای مختلف. اما شما هم موضوع رو شناسایی فرمودید در صحبتاتون، خیلی مختصر بود و مبسوط و به یه صورتی ممتاز بود، بر این اساس که شما هر دو تونستید که موضوع رو یک راهکارهایی رو ارائه بدید که بر اساس اون میشه این معضل واقعا نهادینه شده در جامعه ایران رو که خیلی به قدیم برمیگرده رو باز شناسایی بکنید و راه حلایی براش گیری، کاری براش انجام میدید. فقط به
گفتار مشکل اجتماعی بسنده نکردید و خیلی من از این لحاظ خواستم تشکر کنم مراتب امتنان خودم رو خدمت هر دوی شما بانوی بزرگوار ابراز کنم. متشکرم، شب بخیر. تشکر میکنم آقای شارگونی، شما دستتون بالاست، لطفه فرمایید خیلی کوتاه، بعد مایکو میدم در اختیار رضوان عزیز، بفرمایید که به سوالهای قبلیتون هم جواب بدن. با سلام دوباره، با درود دوباره، من یکی از نکته هایی رو که نوشته بودم فراموش کردم، اتفاقا نکته نمیدونم اول اوایل بود. سوال من این بود که در واقع این برنامه زنده است، الان زنده است و بعد ضبط میشه و پخش میشه مانند بسیار میلیون ها برنامه دیگه، ولی برنامه زنده یک لطف و لطف و در واقع شیرینی بیشتری داره، برای اینکه آدم ها میتونن در شرکت کنن، کنشگری داشته باشن. سوال من این بود که این برنامه، دقیقا همین برنامه و برنامه قبلی زوم، شاید اگر که در ارتباط هستن، معطوف به کجاست؟ ببینید الان ساعتی که شروع شد ساعت 7:30 صبح ایرانه. خب اگر چه ایران، برای اینکه من دقیقا با بچه های بسیاری در ایران در ارتباطم، بچه های تهران تقریبا میتونم بگم هر چی که ازشون پرسیدم نه از زوم خبر دارن نه اصلا مسئلهشون بود زوم، ولی هر چقدر داخل هوم ها رفت، یعنی از تهران دور شدم، دیدم که زوم یکی از مسائل اصلیشونه، چه از شرق، غرب، شمال، جنوب، دیگه اسم شهرها رو نمیارم، زوم با زوم بسیار کار میکنم و خیلی شناخته شده بود براشون. تا یکی از لینک رو فرستادم گفت چرا انقدر ساعتش و روزش عجیب غریبه، اینو نه قبلیه رو فرستادم، چون برای اونا روزشون و فلان و اینا غیر قابل دسترسی بود. مثلا یه خانومی بود که دو تا بچه داشت و باید اینا رو مدرسه و مهد کودک میبرد، بعدش هم میرفت کار میکرد و خیلی علاقه داشت که توی این برنامه های زوم شرکت بکنه، ولی یا حداقل بشینه بدون تصویر گوش کنه. خب این اتفاق نیفتاد. این تمام. نکته بعدی من برای اینکه وقت رو چیز بکنم میگذرم ازش، اگر که فرصتی بود دوباره مطرح میکنم. ممنون، تشکر میکنم. این برنامه گروه فرهنگ و هنر فرزنوه و ما توی کالیفرنیا هستیم و برای دوست و اکثر کسایی که الان توی اتاق هستن توی همین منطقه کالیفرنیا هستن و برای ما ساعت شروع برنامه 7 بعد از ظهر بود که مناسب ترین بود. ما قبل از کرونا از تمام این برنامه هامون حضوری بود و الان به خاطر یه مقدار احتیاط در ارتباط با مسئله کرونا به ناچار مجبور شدیم که به صورت زوم بذاریم و در ضمن چون امروز سه‌شنبه روز کاری هست و عملا به صورت حضوری در روز که با ساعت‌های ایران مشکل پیش نیاد نمیتونیم برقرار کنیم، ولی در اینستاگرام ساعت‌هایی که تو ایران حدود ساعت 9 صبح اکثرا ما هر دو سه هفته یک بار برنامه داریم که من میتونم که لینک اون برنامه ها و اینها رو به یه صورتی که اگر شما آدرس ایمیلتون رو برای ما بفرستید یا به رضوان عزیز بدین، ما از رضوان آدرس ایمیلتون رو میگیرم و برنامه هایی که در اینستاگرام به صورت لایو به وقت کالیفرنیا ساعت 9:30 صبح، به وقت ایران ساعت 9 شب هست و در وقت اروپا 18:30 بعد از ظهر هست و من حتما براتون میفرستم. بفرمایید رضوان عزیز. متشکرم. خب پیش از هر چیز از آقای فرید اگه درست گفته باشم تشکر میکنم به خاطر دلگرمی که داد، به خاطر تشویقشون ممنونم. اما مزدک عزیز، مزدک جان مرسی از دلسوزی که داری، من میفهمم که چی میگی و حالا سعی میکنیم واقعا برنامه‌ای که مربوط به خود من هست این مسئله در نظر گرفته بشه، یعنی زمانی باشه که
دوستان در ایران هم بتونن استفاده بکنن. به خصوص برنامه های کمپین معمولا ساعت 8:30 شب به وقت ایرانه و خودشون هم دوستان در ایران خودشون خواستن. من حتما لینک برنامه ها رو خدمت رو میفرستم. ولی کاملا درست میگید، ما در برنامه های کمپین مثلا من میبینم بچه هایی که از ارومیه هستن، بچه هایی که از خراسان هستن خیلی راحت به ما وصل میشن. بچه های شهرستان ها خیلی راحت تر از بچه های تهران به ما وصل میشن. البته بچه های تهران هم میان، ولی بچه های شهرستان بیشتر هستن. در رابطه با زنده یاد پانتا حق با شماست. ای کاش من همون ابتدا میگفتم، ولی ما دیروز چون برنامه داشتیم و یک ویدیو کلیپی هم درست کرده بودیم که واقعا در حد خودش یونیک هست، به خاطر اینکه عکسایی رو ما استفاده کردیم که کسی دیگه نداره، یعنی به اصطلاح خیلی چیز بود، عکسایی بود که در سوشال مدیا نبود و یک زندگی نامه کوتاهی رو ازش فیلمی در حد 6-7 دقیقه است که ما این رو در یوتیوب کمپین گذاشتیم. همین الان هم قابل دسترسی هست. یعنی شما الان مزدک جان اگر روی همین لینکی که گذاشته شده، یه دونه مریم عزیز گذاشته، یه دونه من گذاشتم این پایین، دومی رو اگر برین روش شما رو میبره توی لندینگ پیج. در لندینگ پیج 3 زبان هست که اتفاقا ما برای آلمانی کمک میخوایم. یعنی مطالب الان به وبسایت آلمانی ما فقیره، چون که نمیرسیم. یعنی من خودم انگلیسی رو به اصطلاح میرسم که بتونم ترجمه بکنم، ولی برای آلمانی دیگه کمتر هست. اگر لطف کنید به ما کمک کنید برای مترجم آلمانی خیلی ممنون میشیم که بتونیم وبسایت آلمانیمون رو هم پای وبسایت فارسی و انگلیسی بیاریم بالا. و در ضمن اینجا من میخوام سوء استفاده بکنم، ازت قول بگیرم که با ما همکاری بکنیم، چون من میدونم که شما چه توانایی هایی در فیلمسازی دارید و به کمک ما بیاین. کمپین هیچ خشونتی علیه زنان محو نخواهد شد مگر با همگامی و همراهی مردان جامعه. یعنی هر چقدر که ما بگیم، اگر مردان جامعه با ما همراه نشند کار پیش نمیره. پس بنابراین من از اینجا دست یاری به سمت شما دراز میکنم و خواهش میکنم که کارگروه مردان رو راه اندازی بکنید. و امیدوارم که پاسخ صحبت های شما رو داده باشم. در مورد سوشال مدیا هم درست میگید، به هر حال کار فردی نیست، کار جمعی هست. همه باید دست به دست هم بدیم و بتونیم این صدا رو رساتر بکنیم.